سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رامجا کوکتل تی وی امروز اومدیم با رپ حواشی دیگه می‌خوایم بررسی کنیم حواشی 5 روز گذشته رپ فارسی رو که واقعا خیلی عجیب غریبه، مخصوصا حواشی امروزش. صحبت دیگه باقی نمیمونه، فقط لایک و سابسکرایب این داستانو یادتون باشه. میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب استوریا رو داشتیم از مدگل که داشت یه ویدیو رو نشون میداد که از جیدال و قرار پخش درباره ویو فیک و این داستان رو خودش هم چند تا استوری گذاشت و بعضی جاش یکم فان و گفتش که آقا دیگه دارن لیسینر اسپاتیفای هم میخرن و فکر میکنم منظورشون به توهی بود، چون یهو دیدیم توهی لیسینرها اسپاتیفای شده 200,000 تا و این خیلی عجیبه نسبت به ویوهایی که آهنگاش داره. اصلا این رقم عجیب غریبیه، چون خب معمولا اونایی که ثابتن و نشون میدادشون اسپاتیفای خب فنن و معمولا شاید آهنگو 20 بار گوش کنن و 200,000 تا بعد مثلا ویو آهنگش 500,000 تا، یعنی هر کدوم نهایت دو بار آهنگو گوش میدن، نمیشه که بعد دیگه ماتلی لیسینر نمیشن. اصلا عجیبه و خیلی ها دارن این کارو میکنن و خب مدگل هم اینجوری واکنششون داد، مثل که قراره ما داشته باشیم حتی ویدیویی رو از جیدال که توی کانال یوتیوبش بذاره و در این باره حرف بزنه. خب این داستانا نکنید دیگه، ویو این داستانا آهنگ خوب باشه ویوشو میخوره. من نمیدونم واقعا چیه داستانش و نمیدونم، خلاصه اتفاقی که بود افتاده و چند وقتی خیلی دارن اعتراض میکنن به این داستان و به هر حال میبینیم با هم ویدیوهای مدگلو. لیسنای اسپاتیفای هم دیگه دارن میخرن. چیل اوت، آروم باشید. الان اینجا دارم صحبت میکنم، خیلی از ویوهایی که روی مدیاهای ایرانی یا غیر ایرانی میبینی خیلی هاشون خریده شدن، همینطور خیلی از فالوورها، خیلی از کامنتایی که میبینی فالوورها کامنتایی که خریده شدن، خیلی از آرتیستای رپ فنای ریکن موردی اوزخایی میکنم ریمیکس چشاتو وا کن عجب خری، هی میری فالوور فکری خری، چشاتو وا کن عجب خری، تو قبل میخوای این همه لسن ببری چشاتو وا کن عجب خری، بابا تو همین جوریش هم دلبری چشاتو وا کن. بعد از آهنگ پیروزی که دیسی بود از سمت پوریا پوتک به خلسه یه سری واکنششون داد، اولش یه سری استوری گذاشت و یه سری الفاظ بسیار رکیک و گفت طبق معمول که عصبی میشه و اینا، و بعدش سری پاک کرد و اومد یه استوری گذاشت یکم منطقی تر حرف زد و گفت دیگه حرفاشو، و بعد از اون اومد یه پست تبلیغاتی گذاشت برای پوکر و این حرفا که زیر اون یه کامنتی رو گذاشت پوریا پوتک که اون تو داشت میگفت من منظورم خانومت نبوده و یه داستان قدیمیه، و بعدش هم گفتش که اومدی به من تیک انداختی و بعد تبلیغ سایت بت داری میکنی، و بعدش هم گفت آقا بیا اصلا باید فیت میدم، حق فیتشم میدم. این به نظر میاد یه جوری تیکوار بوده، چون قبلا خود خلسه گفته بودش که من سیاسی نمیدم و با سیاسی خونا نمیخونم. به هر حال میبینیم ویدیوهای خلسه رو. ببین گی زاده، اسم من از دهنت بکش بیرون، زنگ زدی به سیجار خایمانی کردی تو آلبوم رات بدیم، به خودم زنگ زدی خایمانی کردی، آخه شاشیدم به قبر مادرت، زنگ صدات هست که زنگ زدی به سیجل گفتی تو رو خدا منم بذاریم بخونم تو آلبومتون، باز دوباره آلبوم داری فروش نکرد شروع کردی زر زدن به کل رپ فارس، شاشیدم به اون دیلوی که دوست دخترت میبنده دورش میگردت شب آخه، شاشیدم به اون چهره همجنس بازت، دفعه بعدم زر کنی به خدا میام همون اوکراین همون کدونی که هستی ادامه فیلم سوپر حمید منفی و خودم رو اجرا میکنم، بابا تو که آخه آب شاغالت کشیده شده، ببخشید بخشید شما من فش دادم، خلاصه ساده بهت بگم کون ریدم تو سرت، اینم بگم تو از ذوق این که تو آلبوم دبل آلبوم باشی سی جلبت گفته بود ورست تو نیم ساعت نوشتی، خیام هم نمیتونست بنویسه، ریدم به اون مغزت اینقدر ذوق نداشته باش. بچه ها نوکرم، خواستم بهتون بگم این نکته رو که سوء تفاهم نشه، فکر نکنین تو این فوشایی که من دارم به این پورنگ میدم به بچه های همجنسگرا هیچ توهینی نیست، من دوستشون دارم، از حقوقشون هم همیشه حمایت میکردم تو جامعه، و این بحث من شخصیه، این آدم به من فوش ناموسی داده و باید باش ناموسی برخورد بشه، و حالا یه چند کلمه میخوام با این امو پورنگ صحبت کنم حالا که عصبانیتم خوابیده. ببین
عمو پورنگ، بیا با هم صادق باشیم. تو به ناموس من فحش دادی که منو تحریک کنی، که توجه همو جلب کنی. پس حالا گوش بده که چی میخوام بهت بگم. ببین تو کل مشکلت اینه که مثل کرم آسکاریس میمونی، کرم آسکاریس رپ فارس. تا زمانی که انه کسی دیگه ای باشه، حاشیه ای باشه، میتونی تغذیه کنی و توی اسپاتلایت بمونی. ولی خدا شاهده خودت میدونی، منم میدونم که تو لولی نیستی که از رپر میتینگی و پارکی برسی به لول استیج، کسی کنسرتت بره، رکوردینگ آرتیست خوبی باشی. و اونم به خاطر این نیست که رپت ضعیفه، یکی به خاطر اینه که قلبت ناپاکه، دوباره اینه که فرمت کار رو هنوز بلد نیستی، استراکچر ضعیفه. دفعه بعدم فیت خواستی بیا به خودم بگو، حق فیت پایین میگم، 1,000,000 هم کم میکنم ازش. خب چند تا حواشی دیگه هم داشت. پوریا پوتک بعد از اینکه خب دیس کرده بود خشار اس آر رو، منیجر خشار اس آر یعنی سویل سوال که اومد یه استوری گذاشته نشه بود پر پرش ایلومیناتی انگوشتت کنه، و بعد از اونم خب یه آهنگ داشت، تو آهنگش یه تیکه رو میگفت که میگفتش که مثلا ریجکت شده از سمت ارفان پایدار پیشنهاد فیت و این داستان. خیلی ها میگفتن که پایدار رو، یعنی ارفان پایدار رو دیس کرده، و ارفان اومد یه سری استوری گذاشت و توضیح داد که آقا اینجوری نبود، آهنگو درست گوش بدید و من خودم با پوریا پوتک در ارتباطم. استوری ها ارفان رو با هم میبینیم. بچه چند وقت پیش به سیجل میگفتم که من جاشون ساعتم با ایران تقریبا دقیقا برعکس 12-13 ساعت فرق داره، صبح که پامیشم همش جنگ این اونو زده اونو دیس کرده فلان، یه اتفاقای عجیب غریبی افتاده و داشتیم شوخی میکنیم راجبش. حالا امروز هم دقیقا همین شد. بابا یه آهنگ میاد بیرون، گوش کنین قشنگ، توجه کنین، بعد مسج بزنن که فلانی دیست کرده، دهنش رو ببن بکشش فلان. از این صحبت ها پوتک آهنگ داده، نه دیست کرده نه چیز بدی گفته، ما در تماس هم هستیم، رابطه هم خوبه، اینا همه دیست کرده فلان. بابا گوش کنین، تا که اسم کسی دیگر رو میاره که معنیش نیست که دیست کرده، که داره چیز دیگه میگه، داره داستانی تعریف میکنه. خلاصه اینجوری استوری عجیب غریبی رو داشتیم از آیین که گذاشته بود به این شکل که میبینید، در حالی که یکی ازش پرسیده بود نظر درباره پوریا پوتک چیه، فقط یه دونه استیکر تعجبی گذاشته بود که تعجب کرده و نظری نگفته بود، شاید داشتش تمسخر میکرد، معلوم نیست. اما یه داستان دیگه هم که بود، آیین دیروز یه توییت گذاشت و تیکه رو انداخت به به حال شاپور، به نظر میاد که از ملتفت بود و یعنی تحت حمایت ملتفت بود کارشو، یک آهنگ به اسم اطلاعات پخش کرده بود و نوشته بود همه از قبلی تکراری تر و از این داستانا، و انتقاد خوشی کرده بود. اما خب یه انتقادی به آیین هست که خودش این همه انتقاد میکنه به همه و همه میگه تکراری و همیشه خیلی تند برخورد میکنه. تقریبا 4 سالی هست که آهنگ خوب ما نشنیدیم از آیین، بعد از آهنگ مرز که واقعا مغز آدمو میپکوند، آیین همونه و هی داره تکرار میشه، هی داره تکرار میشه، و جالب اینجاست که میاد نقد میکنه که تکراری شدید و از قبلی تکراری تری و از این حرفا. نمیدونم، به نظر من قبل از اینکه آدم خودش هی بخواد نقد کنه، بهتره که رو کار خودش هم نقد کنه و کار خودشو پیشرفت بده، چون چیزی که ما از آیین دیدیم شایه بده، فلانی بده، فلان صدا تکراری و اینا، و تو کار خودش ما هیچ پیشرفتی رو نمیبینیم، که هیچ بدتر از روز قبلم شده و یه آهنگای تکراری داره میده و خیلی هم کم کاره. یعنی این حجم از کمکاری با این کارهایی که خیلی هم خفن نیستن، به نظر میاد که خود آیینم باید رو خودش هم یکم تمرکز کنه، بیشتر به جای اینکه حواسش به بقیه باشه، حواسش به کارهای خودش باشه که کارهای خفن‌تر بده، چون استعدادشو واقعا داره. در حالی که یکی از هوادارا از امین پرسیده بود، امین منیجر سهراب امجه و سامان ویلسونه، که فیت سامان و رضا کی میاد، یه جوری جوابشو داده بود که به نظر میومد هرگز، و خب احتمال زیاد و به احتمال 100% ما این فیتو دیگه نخواهیم داشت. یه استوری تیکه‌دار رو داشتیم از کوشان اوکتاو به دارا و پویان اردلان که آهنگ سرکار رو منتشر کرده بودن، و توش اینجوری نوشت. چی میگه جدی؟ میگه همه شدیم قهرمان بس که رفتیم تره بار. خب این داستان اینجوریه که بچه های اوکتاو یه سری اختلافات رو دارن با بچه های جدیدتر پایدارونم، به خاطر این داستانی که کی اول ترپ آورده، و خب پیشبینی میشه همچین تیکایی از سمتشون. حالا ما تا حالا ندیدیم که جوابی داده باشن بچهای پایدار بهشون، حالا بعد ببینیم آیا جواب میدن یا نه، مثل همیشه یه طرف است این داستان. خب چند روزی هست که سهراب ام جی اومده ترکیه و خب دیدارایی رو داشته با بعضی از جمله امیر تتلو، یاشار رفا، و یه عکسی ازش در اومده که با میلاد حاتمی. میلاد حاتمی هم یکی از کسایی که تو اینستاگرام خیلی حاشیه داشته، حتی به خزای اینستاگرامی هم میشناسنش، و جزو کسایی بود که به هر حال خیلی
نقش داشت توی سایت های بتو و از اینجا تقریبا میشه گفت به اینجا رسید از لحاظ مالی توی داستان به هر حال بتو این حرفو. و خب عکسش با سهراب امجای اومده بود بیرون توی یه رستورانی بودن و یه ملاقاتی و یه سری حواشی رو داشته. حالا این اولش هم با تیکه سیناب شروع شد که منیجر رضا پیشرو است. همونطور که میبینید یه استوری گذاشته بود توش امین رو تگ کرده بود و گفته بود بهش بگو با حاتمی گنگ برقصه. خب امینم واکنش نشون داد به این استوری سیناب و اینجوری نوشت: داشی حالا که دور همیم همه به رفیقمون بگو کامیار و شهبالم بیاره همگی دور هم گنگ برقصیم. محمد رضا شایع به این داستان واکنش نشون داد، یه استوری تند گذاشت که با هم میبینیم. یه زمانی کتامون رو وا می‌کردیم راه می‌رفتیم میگفتیم رپریم، زیر بار حرف نمی‌ریم. الان بچهای رپ فارسی سریاشون با یه سری آدم نشست و برخاست می‌کنن که سگ نمی‌شه شروعشون. به قرآن که پاپ‌خونا بهترن. بعد از این استوری هم یه استوری دیگه گذاشت و نوشت: استوری مربوط به اشخاص نه یک شخص، حالا بگردید ببینید کیا تو این دو سه ساله آدم کیا شدن و واسه چی. مجوز سگ شرف داره، آدم این 2000ان نشید. اینا حروم زادن، اینا باید ما رو به خواب ببینن نه اینکه قاطی مونشن. سگ کی باشن که قاطی رپ شن. خب یه جورایی همیشه درک کرد شایر رو، همین که خب یه سری داستانه شاید بیزینسیه و نمیدونیم اون پشت چه خبره و منم بعضی جاها باش هم نظرم و واقعا خوشحال نمیشم از این عکس‌ها و این رابطه‌ها که میاد، اما خب نمیدونیم پشت قضیه چیه، بر همین نمیتونم قطعی نظری بدم. اما واقعا خب بعضیا در حدی نیستن که بیان و حالا مثلا ببینیمشون کنار رپرها. حالا شاید یه عکس ازشون در بیاد پشت صحنه یکی دو بار همو دیدن، خب به هر حال شاید یه سری روابط، اما اینکه خب بیارنشون تو آهنگا یا مثلا بیارنشون توی نمیدونم موزیک ویدیو این اتفاق بیفته اصلا قشنگ نیست. و منم دوست دارم، فکر نمی‌کنم اصلا هیچ کدوم از مخاطبای رپ فارسی دوست دارن ببینن این اشخاصو که واقعا می اومدن با خزبازی‌های عجیب غریب توی اصلا شهر ترکیه مرمم مثل من بهادر و اینا اصلا نمیدونم. به هر حال خیلی ناراحت کننده است اتفاقی که داره میفته. حالا سهراب امجای باز مثل خیلی های دیگه خیلی کارهای دیگه باشون نکه، حالا باید ببینیم اتفاق میفته یا نه، که امیدواریم نیفته و واقعا جدا بشن. حتی میبینیم بعضیاشون به خودشون هم میگن ما رپر خفنیم اومدن تو دانس و اصلا یه حرفا. من نمیدونم واقعا، نمیدونم ولش کنیم بهتر راجع به اینا حرف نزنیم، اینا واقعا داستانشون معلومه. اما خب خود سهراب امجای هم یه واکنش نشون داده و یه استوری گذاشته گفت من بیشتر کاسبم تو آرتیستم، که توی یکی از آهنگاش گفته بود قبلا. و همچنین امینم واکنششون داد و دوتا استوری گذاشت، اینجوری نوشت: زندگی هر کس به خودش ربط داره، کسی به شما نمیاد بگه که والدین دکترن چرا از خوندن راجب بدبختی مردم پول میذاری جیبت، کسی به شما نمیگه چرا تو آهنگت میگی مواد بده ولی خود دنبال نابترین خط کوکائین میگردی. خلاصه اینکه ما از اولش وضعیت و جنایمون مشخص بوده و تظاهر به چیزی نکردیم مثل شما. اینم بدون اگه کسی دوز باشه با لامبورگینی نمیاد رستوران. و بعدش نوشت: شما که وکیل میگیرید پیج تتلو رو ریپورت کنید، خب وکیل بگیرین این دزدا رو هم دستگیر کنید. و نمیدونم حالا قضاوت با خودتونه، یه شخصی شاید خب اون اشخاص هم طرفدار دارن، من نمیدونم حالا چرا طرفدار دارن و یه سری قدرت ها دارن و با اون قدرت ها هم میتونن یه سری کارا بکنن. حالا نمیدونیم بعد ببینیم شرایط چه جوری میشه. من فقط دعا میکنم هر اتفاقی میفته ما اینا رو توی مثلا رپ نبینیم که میخونن. حالا پشت صحنه به خودشون رپ داره میرن میان رفت و آمد دارن اینا. ولی این خلاصه که سیناب هم واکنششون داد بین استوری های محمد رضا شایع، اونو استوری کرد و نوشت: دادا کاش فقط نشست و برخاست بود. خب این از این. اما یه داستان دیگه هم که بود راجب تتلو، خب تتلو اعلام کرد آهنگ میخوامش که قراره بیاد، فکر کنم هفتمین آهنگ آلبوم شیطان باشه، پرفوشترین آهنگشو گفت، کلی الفاظ رکیک داره و اولین آهنگش هم هست که برای فروش گذاشته شده. یه نکته جالب که هست، امیر تتلو که قبلنا هی میگفتش که نباید ترک و فروخت و بعد مجانی داد و اینا، همیشه میگفت من کسی هم که مجانی کار کردم، اومد یه استوری گذاشت چند وقت پیش گفت بزرگترین خیانت رو به موزیک من کردم که موزیک مجانی میدادم و گفت از این به بعد مجانی خبری نیست و از این داستان از این به بعد میخوایم مثلا بفروشیم. و خب اولین ترکشو برای فروش گذاشته که همین میخوامه و خب با حمایت خوبی و میشه گفت خیلی خوبی روبرو شده تا الان. نمیدونم فکر کنم حدودا 20 ساعت 20 خورده ای ساعتی که برای فروش گذاشته شده و خود امیر تتلو گفت که بیشتر از 40 میلیون تا الان خریداری شده و همچنین شخصی یعنی یکی از طرفداراش 3 میلیون تومان خریداری کرده. خود امیر تتلو توی یه وایس گفت من اولین خواننده ایرانی ام که یه ترکمو 3 میلیون به یه شخص فروختم. حالا به نظر میاد حتی این رکورد جابجا بشه بره بالاتر، نمیدونیم، بعد ببینیم چه جوری پیش میره و در آخر چقدر میفروشه این ترکش. آیا مثل همیشه که تو خیلی از داستانا رکورد میزنه بازم رکورد میزنه یا چی؟ این بود از رپ حواشی این 5 روز اخیر و یکی از
میشه گفت تو این یکی دو ماه اخیر پرحاشیه ترین روزها رو داشتیم و در ادامه هم احتمالش میره بین این داستانایی که بین به هر حال سینا و این دوستان هست. حالا بعد ببینیم چی میشه. صحبت دیگه باقی نمیمونه. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی. سی یو سون.